هم به بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه از سری برنامه های میزگرد جمهوری خواهی که از تلویزیون رنگین کمان پخش میشه و در حال حاضر هم دوستان تلاش دارن که به طور مستقیم از طریق فیسبوک پخش بکنن. این برنامه امروز پنجشنبه به واقع چهارشنبه برگزار میشه و دوستان باز تلاش دارن که اگه بشه از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای هم پخش بشه و فردا شب و یک شنبه شب تکرار اون رو ببینیم. خدمت عرض کنم در این برنامه در عرض دوستان عزیزمون آقای دکتر مهمنش، آقای مزدک لیماکشی و من حسن زهتاب خدمتون هستیم که دیگر دوستان هم از همبستگی جمهوری خواهان قرار هست که برنامه ما ملحق بشن و هر موقع ملحق شدن در حقیقت معرفی حضورتون خواهیم کرد. برنامه امروز ما در مورد اعتراضات مردم، خیزش مردم و پس از چند روزی که الان از این خیزش گذشته و ما هفته پیش در همان زمانی که مردم در خیابان‌ها بودن برنامه پیشین اون رو پخش کردیم و در اونجا تونستیم صحبت‌های با هم داشته باشیم، ولی متأسفانه به علت بسته بودن اینترنت خبرها زیاد به دستمون نمی‌رسید. حالا بعد از باز شدن اینترنت و تحلیلایی که هستش در این مورد قصد داریم که یه مقداری صحبت بکنیم بیشتر در ادامه همون صحبت‌های قبلی. در قسمت اول ما دو قسمت هر کدوم صحبت خواهیم کرد. در قسمت اول یک نگاهی می‌کنیم، گذری می‌کنیم به خیزش مردم و در حقیقت برخورد حکومت با اون، علتش، علل این خیزش و نتایجی که به دست اومد. صحبتی در این زمینه خواهیم کرد و در قسمت دوم تلاش می‌کنیم که آن چیزی که در چشم انداز دیده میشه ترسیم کرد، احتمالات مختلف و چه باید کرد رو رویش مکس بکنیم. از آقای دکتر مهمنش خواهش می‌کنم شروع بفرمایید. بله، با سلام به دوستان حاضر در میزگرد و بینندگان عزیز، من چند تا نکته رو توی اصلا برخورد به اعتراضاتی که شده باید ذکر کرد. یکی اینکه بسیار قدرتمند بوده این اعتراضات در 100 شهر و من به اصطلاح این کار انجام گرفته. تنها در تهران اینجوری که خود مسئولان رژیم میگن در 100 نقطه این اعتراضات بوده و در 27 استان از 31 استان این مردم در حال اعتراض بودن. خصوصیت مهم این جریان اینه، ویژگی مهمش اینه که برای اولین بار همه بخش ها با همدیگه متحد عمل کردن، هم همه استان ها شریک بودن کم و بیش به دو چند استان و هم این که طبقات و اقشار مختلف بالا و پایین شهر رو غیره بودن و هم این که از بخش های مختلف دانشجویان و کارگران و به اصطلاح طبقات فرودست و غیره همه تو این جریان شرکت داشتن، طوری که خود مسئولان رژیم صحبت از این میکنن که بسیاری از دستگیر شدگان که از کسانی هستند که بیکار هستند و وضع اقتصادی خوبی ندارن. انقدر این جریان بزرگ بوده که سردار آبنوش گفتش که فقط خدا ما رو نجات داد و این مسئله یک اصلاح نشانه دیگر از این جریان صحبتیه که یه آقای چمران کرد و آقای چمران نوشت که یکی از طلبه ها به رهبر انقلاب گفتند آقا شما چرا با افزایش قیمت بنزین موافقت کردید؟ رهبری پاسخ دادند که چه کاری می توانستیم انجام دهیم که گریه حاضران را در پی داشت. یعنی اینها واقعا تا حد زیادی وضعیت خودشون رو فهمیدن، منتها با همون شرایطی که دارن اینها تمام مدت آقای خامنه‌ای کوشش میکنه این رو به و همچنین آقای روحانی این رو به نیروهای خارجی وصل کنه. نمیدونم چه نیروی خارجی وجود داره
که میتونه در 100 شهر ایران مردم رو به خیابون بکشونه. چنین نیروی عظیمی من فقط در خود خدا راستش آدم انتظار داره. و این حرفایی که ایشون میزنه کاملا فریب دروغه و همچنین آقای روحانی. من واقعا تعجب میکنم که اینها چجوری جرأت میکنن یه همچین دروغهایی رو بگن. آقای خامنه‌ای واقعا یک مشکل روانی با دشمن داره، همش میگه دشمن دشمن، و این معلوم شد که دشمن که میگه مردم منظورشه و کس دیگه هدفش نیست. یک نکته ای که تو این تظاهرات اینها واقعا باز دیده شد این بود که مردم طور دیگه ای عمل کردن. من هیچ جا ندیدم که مردم دست به خشونت بزنن. خب سنگ پراکنی بود همینجا، شاید این بر اون وقت دیده می شد، ولی خشونت از طرف مردم دیده نشد. خشونت رو بیشتر ویدیوهایی که آدم می دید همه جا از زمین و هوا و هلیکوپتر و غیره توسط خود جمهوری، مسئولان جمهوری اسلامی یا خود بسیج و سپاه و اینا در واقع انجام می گرفت. و همون جوری هم که سایت زیتون بعدا خبر داد، این تصمیم هم تصمیم خود آیت الله خامنه ای بوده. و چطور شما میتونید این رو به اصطلاح ربط بدید به نیروهای خارجی و غیره؟ واقعا این یک مسئله بسیار بسیار عجیب غریبیه که اینها هنوز چنین رفتاری دارن. مهم به نظر من اینه که این جنبش، این حرکت باعث شد که تا حد زیادی ضعف رژیم در ایران بار دیگه برملا بشه، نشون داده بشه. و همراه با اتفاقاتی که در عراق و لبنان افتاده، من فکر میکنم که نشون دادش که جمهوری اسلامی در وضع در یک بنبست بسیار عمیقی به سر میبره که خیلی مشکل بتونه از اون خلاص بشه. مشکلات کشور به هیچ وجه حل نشده، با این کاراشون حتی یک مشکل رو هم حل نکردن. بنابراین مبارزات مردم همچنان به نظر من ادامه خواهد. با سلام به شما و بینندگان تلویزیون رنگین کمان، این مسئله‌ای که در ایران پیش اومد، خب یعنی خیلی دشوار برای همه ماها، برای همه نیروهای سیاسی ایرانی. و این ما توقعی نداشتیم که یک چنین حرکتی بشه، یعنی هم از طرف حکومت که بخواد بی یک باره دست به چنین کاری بزنه، قیمت بنزین رو در این حد بخواد ببره بالا. هرچند مدت ها بود که این موضوع مطرح بود و این طرحی بود که دولت روحانی از مدت ها قبل تهیه کرده بود و برای اجراش دچار مشکل بود، نمیدونستن که چیکار بکنن. اینو که ما دیدیم بی یک باره سران قوا تصمیم گرفتن که بی یک باره قیمت بنزین رو ببرن بالا. حالا اینکه چه حد میدونستن که چنین مشکلاتی پیش میاد، مردم دست به تظاهرات میزنن یا نمیدونستن یا چی برنامه بود، ما زیاد از این خبر نداریم. ولی این روشن شد که به این شکل نیست که اون چیزی رو که حکومت میخواد، اون تصمیمی که میگیره بتونه به سادگی اونو پیش ببره. این در واقع در دور جدیدی ما آغاز شده در ایران که از یک طرف حکومت تصمیم گرفته با مردم خیلی راحت، اون هم به این شکل، بدون اینکه صحبتی بشه، بدون اینکه گفتگویی بشه، بدون اینکه در تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها در این باره صحبت بشه، به یک باره قیمت‌ها رو تا این حد بالا بردن و هیچ کس رو به حساب نیاوردن. یعنی نه مردم رو به حساب آوردن، نه حتی اون مجلس فرمایشی رو به حساب آوردن. و حتی بعد از این وقایع ما میبینیم که مجلس میخواست، بخشی از نمایندگان مجلس طرح رو آورده بودن که
چی شکلی با این مسئله برخورد بکنن، با این مشکلی که از دید اونها پیش اومده. و مردم کوچه و بازار که خب روشنه، یعنی در واقع سران و قوا به دلیل وضعیت بحرانی که درش گرفتار هستن، یعنی خودشون برای خودشون به وجود آوردن و برای کشور و برای مردم به وجود آوردن، عملا دست به کارهایی میزنن، اون کارهایی که در واقع به نوعی ما اینو ما محاسبه میکردیم، نیروهای سیاسی ما اینو محاسبه میکردیم که بالاخره روزی اینا دست به یه سری خطاهای بزرگی خواهند زد که این خطاهای بزرگ بتونه در واقع اینا رو چیکار بکنه، در خودش ببره. و این یک خطای بسیار بسیار بزرگی بود و البته این خطای بزرگ دلایل دیگه هم داشت، یعنی اینا میتونستن این کمبود بودجه که دارن از مالیات بستن به بنگاه‌های بزرگ وابسته به آقای خامنه‌ای و به سپاه و یا از کم کردن بودجه‌های نهادهای مذهبی که میلیاردی در واقع پولای میلیاردی از بودجه دولتی میگیرن تامین بکنن. ولی اینها تصمیم گرفتن که این پول رو از جیب مردم ایران بدزدن. البته این بحثی نیست که قیمت بنزین قیمت مناسبی هست یا نیست، این یک بحث به اصطلاح دیگه هست. بله اگر حکومت می اومد مالیات از این بنگاه های عظیم اقتصادی می گرفت و این پولایی که از اونجا در میاد خرج کشورهای دیگه نمی شد، اون موقع مردم می تونستن اعتماد بکنن، بالا رفتن قیمت بنزین رو هم تحمل بکنن. ولی وقتی چنین تصمیمی رو حکومت می گیره، می بینیم که مردم وارد میشن و این وارد شدن مردم یک چیز به این شکل یک چیز بسیار جدیدی هست و خصوصا این که بیشتر آقای میمنش گفتن همه اقشار بودن ولی به ویژه اقشار پایین جامعه، یعنی همون اقشاری که زمانی پایگاه اساسی جمهوری اسلامی بودن، زمانی بسیج و سپاه و نیروهای دیگه از اونجا تغذیه می شدن، از اونجا می اومدن تو نهادهای حکومتی. این نیروها این بار وارد میدان شدن و این نوع وارد میدان شدن در این ابعاد در سراسر کشور با توجه به این که رهبری سازمانیافته ای هم وجود نداشت، نشون میده که در ایران مرحله جدیدی آغاز شده. در این مرحله حکومتی ناتوان در اداره کشور با ملتی یک پارچه در مقابل خودش مواجه است. این اقشار میانی که خب مخالف حکومت بودن، این چیز روشنی بود. اقشار پایین در 96 نشون دادن که مخالف حکومت هستن، ولی نه در این ابعاد. ابعاد این دفعه بسیار وسیع. دو نکته دیگری که به نظر من خیلی مهم بود، مسئله خشونت ها به این که این خشونت ها در این ابعاد چگونه باید باهاش برخورد کرد، چگونه ما باید باهاش برخورد بکنیم، نیروهای طرفدار مبارزه مسامت‌آمیز و خشونت پرهیز باید باهاش برخوردی بکنن، خارج از این که ما بیایم با آمار و ارقام بگیم که چه میزانی مردم در این دخیل بودن، چه میزانی حکومت دخیل بود، چون من هیچ به اصطلاح فیلمی ندیدم که نشون داده باشه که مردم جایی دارن آتش میزنن یا مردم جایی دارن میشکنن، ولی ما به اندازه کافی فیلم دیدیم که خود حکومتی ها دارن این کار میکنن. این یه مدار خب میتونه مورد پرسش باشه که تا چه حد حکومت دست داشته، آیا مردم در این آتش زدن ها دست داشتن یا نداشتن. هرچند اخباری میاد که در برخی مناطق این کار شده ولی دقیق نیست، هیچ فیلمی در این زمینه وجود نداره. این مسئله رو اگه ما بخوایم روش صحبت بکنیم، به نظر من مسئله بسیار مهمی است، چون بسیار بسیار این روزا چه در همون دوری که تظاهرات در خیابان ها بوده و چه در روزهای بعد این بسیار بحث شده، به نظر من در بخش دوم ما باید سعی بکنیم که چگونگی برخورد با امر خشونت و امر مسالمت و اونهایی که تشویق میکنن که مردم دست به خشونت بزنن و اونهایی که خود میبینن خود حکومتی ها دست به خشونت میزنن،
اینو بس. بتونیم بسیار بیشتر در این باره در بخش دوم صحبت بکنیم. خیلی ممنون. متشکرم. خب خوش آمد میگم به دوست عزیزمون آقای جعفریان. بحث ما در دو دور صحبت میکنیم، هر دورش دوستان سعی میکنن 5 تا 6 دقیقه صحبت بکنیم. در قسمت اول صحبتمون روی این بود که خود اعتراضات و خیزش مردم علتش چی بود، علتش چی بود و برخورد حکومت چی بود و در مجموع وسعت شرکت کنندگان یه بحث در این زمینه داشتیم، نتایجی که گرفتیم و در دور دوم که چشم‌انداز چگونه خواهیم دید وارد اون بحث خواهیم شد. خواهش می‌کنم بفرمایید شما نظرتون رو بفرمایید. من بسیار استفاده بردم از دقایق آخر صحبت دوستان. من پوزش می‌خوام و درود می‌فرستم به همه هموطنان عزیز و شما که این برنامه رو تماشا می‌کنن. من یه مشکلی داشتم که نتونستم و یکم دیرتر اومدم و الان با موبایل وصل هستم، امیدوارم قطع نشه. فقط من باید به عرض دوتون برسونم که این در واقع هم این وضعیتی که در کشور رخ داد در وهله اول به این برمیگشت که دولت آقای روحانی کلیه در واقع امر معادلات اقتصادی و سیاسی خودش رو گره زده بود به امر برجام و تصور میکرد که با برجام، یعنی فقط با برجام هم میتونه در واقع هم هسته صلب قدرت داخلی حکومت رو، این داخلی نظام رو قانع بکنه که بره به قول خودش برجام های 2، 3، و 4 رو انجام بده و هم میتونه با اروپایی ها توافقات گسترده بکنه و گشایش اقتصادی بکنه و در کنار اون تعدیل اقتصادی که اساساً سیاستیه که آقای روحانی و آقای هاشمی طرفدارش بودن. یعنی آقای هاشمی هم اون زمانی که سعی کرد در دور دوم ریاست جمهوریش این کار رو بکنه شبیه همین وقایع افتاد، متأخ اون موقع اینترنت و توییتر و این چیزا نبود، اخبارش به خارج کشور منتقل نشد. بعدم خب دوره خاتمی اومد، تمام این در واقع اون هیجانی که در جامعه بود به سمت دیگری بود. ولی حالا نکته‌ای هست دقیقا در همین جاست. آقای روحانی تمام سیاست خوش به برجام گره زد ولی بعد نتونست آقای خامنه‌ای رو مجاب بکنه که برجام رو به سمت برجام‌های دیگه بره، چون اروپا تمام این بخش داخل یک پکیج بود، هم اروپا و هم آمریکا. وقتی که دید وقتی که اینطوری نشد در نتیجه این قضیه کاملا منتفی گردید. بعد از این منتفی شدن خب در آمریکا هم ترامپ رأی آورد. ترامپ هم که هیچ نوع سودی در این قضیه برای آمریکا نمیدید از برجام اومد بیرون. بخش اروپایی هم کاملا قفل کرد، یعنی بخش برجام بخش غرب هم اینطوری بگم کاملا قفل کرد. عملا کشور به یک مرحله رسید که مرحله فلج شدن بود. یعنی من وقتی که به آمارها نگاه میکنیم ماهاست پرداختهای کشور، پرداختهای اقتصادی، پرداختهای ارزی، همه و همه با مشکلات متعدد مواجه، با بازی کردن با قیمت ارز و ارز فروختن دولت تونست خودش رو دوباره یه خورده تکون بده، یک حرکتی به وجود بیاره تا بعد از اون در کنار این قضیه سعی کرد که یک سری قراردادهای جدیدی در قالب این انتکس با اروپا ببنده که در نهایت با مشکل FITF مواجه شد و عملا باز هم دولت برنامه دولت قفل شد. در چون که برنامه دولت بیشتر از این که برگرده به در واقع راضی کردن آقای خامنه‌ای که تغییر دی اصلی رو وجود بیاره، برنامه دولت برگشته بود به غرب و غرب هم یک سری معاهدات مشخص داشت، این معاهدات باید در ایران انجام می‌شد، این معاهدات عملا در ایران امکان انجام نداشت و این وضعیت دولت بود. منتها یک نکته که در این ماه‌های آخر قبل از این واقعه رخ داد که بسیار باید بهش توجه کنیم، بحث اصطلاحاً این مبارزه با فساد بود که در حکومت ایران شروع شده بود، این نمایش مبارزه با فساد. من دقیقاً مورد نمایش مورد در این عنوان نمایش مبارزه با فساد، مردم یعنی مردم عادی که زندگی بسیار بسیار سختی دارند یک دفعه مواجه شدن با یک ارقام وسیع، ارقام بی نهایت سنگین که در واقع امداره اعلام میشه و تک تک مدیران،
خانواده های مدیران در سطوح مختلف نظام در این مشارکت دارن و حالا بخش خود قوه قضاییش عیان نمیشه در اخبار، باید در شایعات عیان میشه که صد ده ها رقم مثلا قاضی برکنار شدن. خب مردم هم به تجربه میدونن که این برکنار شدن ها این نیست که این آدم حذف میشه، این آدم میمونه، این آدم میمونه از نهایتا مثلا میره قاضیه، میره وکیل میشه، میره رئیس دفتر میشه، میره بعد از این یعنی میدونن که اینها مجازات هم نمیشن. و من خلاصه کنم، میخوام اینو بگم، ببینید وقتی که مردم عادی میبینن که هر کاری که اونور در واقع در طرف حاکمانشون صورت میگیره بیشتر از این که حل مشکل باشه یک نمایش، یک تبلیغات، یک پروپاگانداست، دیگه اعتمادشون سلب میشه. و وقتی که اعتماد مردم سلب بشه و جیبشون هم خالی بشه و بعد در 96 هم اون برخورد باهاشون بشه، به اینجا میرسن، به اینجا میرسن که من اینجا رو اصلا فقط جنبش هم تا 88 هم کالون برخورد تیر سال و برنشد، من دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدم، این دو با هم این چیزی که ما در 98 میبینیم تلفیقی از خواسته های 88 و 96 هستش. ما نباید اشتباه کنیم و فقط بگیم جنبش گرسنگان، نه اصلا چنین چیزی نیست. این جنبش نه جنبش گرسنگان نیست، جنبش انسانهایی که حقوقشون نادیده گرفته شده در واقع در المانهای مختلف. اینها اینو میخوان، اومدن، تنها اعتمادی هم مسئولینشون ندارن، به همین دلیل به خیابان اومدن. اتفاقا نجیب، من صحبت با این تمام میکنم که اتفاقا نجیبانه هم به خیابان اومدن، اتفاقا عکس های اولش هم بود که بسیار بسیار کارهای ابتکاری کردن، از تخت نرد بازی کردن وسط خیابان تا دست زدن تا نشستن تا آواز خواندن، یعنی تمامی این کارهایی که فیلمثل صدا و سیمای ایران در اعتراضات لبنان داره هر شب نشون میده و هیچ برخورد چیزی باهاش نداشته، برخورد مثلا اینکه این کارو نمیدونم بیگانگان این چیزا باهاش نداشته، حالا فارغ از اینکه الان لبنان چه وضعیتی داره ولی اون اوایل نداشته، همین کارها رو مردم کردن ولی حکومت به طبق عادت جاریه خودش با شدیدترین صورت ممکن در هر جایی برخورد کرد و نتیجهش هم همین وضعیتیه که و همین آماریه که ما داریم میبینیم. من بخش اول صحبتامو فعلا تمام میکنم. تشکر میکنم از دوستان. بله متشکرم. خدمت عرض کنم که دوستان به از زوایای مختلفی به جنبش و خیزشی که به وجود اومد در ایران پرداختن. آقای جعفریان مدار به در حقیقت ریشه های این مسئله به یه مقدار به عقب‌تر و دوستان دیگه به وضعیتی که به طور مشخص پیش اومد در حال حاضر پرداختن. منم فکر میکنم که خب به خود این خیزش که به علت بالا رفتن قیمت بنزین وجود اومد، به خاطر بنزین فقط نبود، بلکه همونطور که دوستان گفتن یک مجموعه خواستهای سرکوب شده طی سالیان که در مردم، در دل مردم تلمبار شده بود، البته در موقعیت‌های مختلف بروز می‌دادن، ولی که این مثل جرقه بود که به یک انبار خشم و کین و بی‌اعتمادی و خواست‌های سرکوب شده مردم زده شد. خب طبق مجموعه اخبار و اطلاعاتی که میاد، این تظاهرات مردم، اعتراضات مردم ابتدا با مسالمت شروع شد، با مسالمت هم ادامه داشت، ولی خب نیروهای سرکوبگر همون مسالمتی که وقتی کارگران هفت تپه و هپکو و که واقعا حقوقشون رو میخوان اونجور سرکوب میکنن، نیروهای سرکوبگر اومدن و در بین اینا هم اخبار خیلی موثقی هست که یه عده‌ای با در حقیقت با ماسک بودن، در ماسک منظورم اینه که با روبند زده بودن و نقاب زده بودن، تعدادی از جوانهایی که بودن در اینجا و بانک ها و اینا رو آتش می زدن. البته در بین اونها جوانهایی همه که طی این سالها این همه بهشون ظلم شده بوده، ممکنه تحریک شده باشن و دست به این کار رو زده باشن، ولی اساس مسئله اینجوری که خود حکومت این خشونت رو راه انداخت، سرکوب کرد و متاسفانه خسارات بسیار زیادی به ساختمان ها و اینا وارد شد، عمدتا بانک ها و در حال مجموع اینها مرد ملته.
اون چیزی که پیش اومد این میشه گفتش که تخلیه شدن و تخلیه مردم خودشون تخلیه کردن به این ترتیب اعتراض به حکومت. بسیار نکته قابل توجهی در 88 اون چیزی که پیش رفت چیزی بود که در اعتراضی بود که در چارچوب خود سیستم حکومتی نسبت به اینکه حکومت قد و عقب نشونه برای اینکه ساختارش را تغییراتی بده یا خواستهایی رو بیان بکنه در اونجا بود. در 96 این از حکومت اومد بیرون، در حقیقت مردم بودن که در مقابل حکومت ایستادن، کل حکومت ایستادن. در این خیزش بسیار بارزتر مردم در مقابل کل حکومت ایستادن چون به هیچ کدوم باور ندارن و خامنه ای هم رهبر جمهوری اسلامی بسیار با تمام قد در مقابل مردم ایستاد و با چراغ سبزی که داد گفتش که اینا اشرار هستند دستور در حقیقت سرکوب رو به نوعی صادر کرد، سرکوب در خیابان و متاسفانه سرکوبی که میتونه الان ادامه داشته باشه در زندان ها. اخبار متفاوتی هست، بین 7 تا 10 هزار نفر احتمالاً دستگیر شدن، زخمی ها خوب تعداد بسیار زیاده، ما هیچ اخبار موثقی نداریم. این مجموعه است که پیش رفته. مردم در طول این مدت در نظر بگیریم طبقه کارگر، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران، هر کدام در طول این مدت خواستهای خودشون رو با آرامش تمام بیان کردن ولی همه سرکوب شده و جواب حکومت فقط سرکوب بوده. مردم در خیابان‌ها به این اعتراض داشتن که چرا میلیاردها این ثروت ملی در حقیقت میره در کشورهای دیگه، در عراق، در سوریه، در اینجا اونجا خرج میشه برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد میف حکومت خودش رو محکم بکنه، نه اینکه به خاطر منافع مردم. مردم به این اعتراض کردن، تو شعارهاشون بارها گفتن اون پولا اونجا فرستاده میشه، بعد واحدهای تولیدی به حراج گذاشته میشه، حقوق مردم داده نمیشه و در حال این مجموعه مسائلی که جمع شد و به این شکل شد. در حال جمهوری اسلامی در حال حاضر متاسفانه به خاطر اینکه مردم نتونستیم، ما هنوز نه نیروی اپوزیسیون نه خود مردم هنوز یه همگرایی جدی پیدا کنن که بتونه خواستاشون رو به طور برنامه‌ای مطرح بکنن، جمهوری اسلامی که نیروی متشکل سرکوب داره و اون بخش کمی اگر از جامعه همچنان باشه است به دلایل مختلف اون هم متشکله، در مقابل نیروی غیر متشکل مردم قرار گرفته که هر دم بخواد سرکوب میکنه. این قدرت سرکوب رو برای کوتاه مدت داره ولی این باز خشم رو در مردم و نارضایتی در مردم برجسته تر میکنه و در آینده نه چندان دور که باز دوباره اینا میگن حتما از خارجی ها الان ماها گفتیم شورش بکنی، الان مردم دوم دیگه شورش میکنن، این خواست هایی در اونجا تلمبار شده است که باز به صورت انفجاری در خواهد اومد. این چیزیست که صحنه ای که در حال حاضر وجود داره. چه باید بکنیم و مردم چه میتونن بکنن؟ بکنن میذاریم در دور بعد. اول اینکه یک بار دیگه نشون داد که نقطه ضعف رژیم در واقع مخالفت اکثریت و نارضایتی اکثریت مردم با این حکومت و این حکومت در ضعف مطلق از نظر پشتیبان و از نظر تعداد کسانی که پشتیبان اون هستند قرار داره و این که مردم به هر حال باید از این به اصطلاح نقطه آچیل یا نقطه ضعف رژیمه و ما باید کاری بکنیم در مبارزات آینده، در آینده شاید تا اونجایی که عقل من میرسه اینی که ما کوشش کنیم این مخالفت رو، این گستردگی رو نشون بدیم. گستردگی نشون دادن اولا مخالفت نشون دادن مخالفت به هر شکل مسالمت‌آمیزه، به هر شکلی که ممکن است. چرا میگم مسالمت‌آمیز؟ به خاطر اینکه مبارزه اگر بدون خشونت باشه
عده بسیار زیادتری تو شرکت میکنن و حتی افرادی که اصطلاح ممکنه بدنشون کامل نباشه یا مشکلی داشته باشن، پیر باشن، سنشون کمتر باشه و غیره، توی مبارزات مسلمت آمیز میتونن شرکت کنن. ولی اگر که قهرامیز باشه که بخواد یک برنامه های دیگه، اسلحه های دیگه برداره، اولا اینکه مردم اون آشنایی رو با ابزار و آلات جنگی ندارن و شکست میخورن اون کسان، مگر اینکه تعلیم دیده باشن در یک کشور خارجی جایی، و اون هم وابستگی میاره و هیچ فایده برای مردم ایران نداره. درست ما باید نشون بدیم که این اکثریت مخالف رژیم. یک جایی که میتونیم اینو نشون بدیم کجاست؟ توی انتخابات آینده است. یعنی مردم به نظر من این راه هست که توی انتخابات آینده مردم با عدم حضور خودشون شرکت نکنن، با عدم حضور خودشون نشون بدن که مخالف این حکومت هستن. همونجور که میدونیم آقای وزیر کشور گفته که بیاید با حضور در انتخابات کشور را بیمه کنیم، و درست ما باید علیه عکس این عمل بشه به نظر من. بنابراین مبارزه به دور از خشونت هیچ گاندی بازی و اینها نیست، خیلی خیلی مشخص با منافع مبارزه سر و کار داره، و این رو من فکر میکنم که حالا ممکنه اینجا اونجا یکی دو نفر به اصطلاح اعصابشون خراب بشه، یک کاری بکنن، آدم تفاهم داره، ولی به طور کلی هرچقدر این مبارزات مسالمت آمیزتر و به دور از خشونت و نمایانگر جمعیت بزرگ مردم باشه بیشتر مؤثر خواهد بود، هم در ایران و هم در دنیا. اینه که و به هر حال جمهوری اسلامی همونجوری که خودشون هم الان میدونن در ضعف مطلق قرار داره و باید مردم ما کوشش بکنن که این اکثریت بودن مخالفت با جمهوری اسلامی رو به هر نحو ممکنی که میتونن به نظر من نشون بدن. متشکرم. جناب لیماکشی بفرمایید. بله، همونطور که گفتیم در این بخش سعی میکنم که بیشتر اینکه چی باید کرد، چی بکنیم، یا یک حالت چهارراه چکنم همیشگی ما ایرانی هاست که کماکان اونجا هستیم، هنوز به اصطلاح نتونستیم به یک دموکراسی برسیم. ولی بعضی چیزها من فکر میکنم که باید یه مقدار اول ابعادش روشن بشه، بعد بشه راه‌حل‌هاش هم بشه بتونیم ارائه بدیم. این که تصمیم حکومت چی هست و تصمیم مردم چی هست، من یه نکته رو همیشه توی بحثا با دوستان مطرح میکنم، اینه که در دهه 50 وقتی که شاه تصمیم گرفت که عملا یعنی مجلس بی مجلس، احزاب بی احزاب، حزب فقط حزب رستاخیز، یعنی مجلس هم بی مجلس، چون همه اون مثلا رستاخیزی ها می اومدن تو مجلس دیگه، قبل از اون هم می اومدن، ولی یک ظاهراً دو حزب وجود داشتن که بعد اصلا این حذف شده. خب این دیگه تصمیمشو گرفته بود و بعدم خب امپراتور شده بود اینا. اونجا نیروهای سیاسی، نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، نیروهای طرفدار دموکراسی و اشکالی از دموکراسی اونجا باید میفهمیدن که کار دیگه تمام شده، یعنی باید یک پارچه در مقابل حکومت وایستاد و خب این نشد. یعنی بحث اونجا رو زیاد چیز نمی کنیم، به اون شکل نشد و روندها به گونه دیگه پیش رفت. الان ما دقیقا با چنان وضعیتی روبرو هستیم، دقیقا در ما در سال 55 هستیم. مجلسی فرمایشی بود، احزابی به اصطلاح حکومتی تو شرکت میکردن، یه تعداد اصلاح طلب بودن، یه تعداد اصولگرا بودن،
این الان تعطیل شد، یعنی الان گفتن که آقا شما مجلس اصلا کاری نیست، ما خودمون این بالا سران قوا تصمیم میگیریم و شما حتی اجازه تصمیم گیری درباره بالا رفتن یا پایین رفتن اجناس رو هم ندارید. یعنی این تعطیل و حکومت یک پارچه در مقابل مردم وایستاد و حالا بعضی ها میگن 300 نفر، بعضی ها میگن 100 نفر، 150 نفر کشته شدن و هزاران نفر دستگیر شدن. اینجا ما باید مثلا احزاب سیاسی مردم تو خیابون اومدن روشن کردن، گفتن که ما نمیخوایم این حکومت رو. حالا ما چگونه عمل کردی واقعا این حکومت رو نخواهیم در عمل؟ من فکر میکنم که نافرمانی مدنی باید یک چیز سازمان یافته الان باشه، یعنی دیگه این به طور منظم شهر به شهر، ده به ده، کارخونه به کارخونه باید نه بگن به این حکومت، به اشکال مختلف بتونن نه بگن، منتها با شیوه‌های مبارزاتی نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز. چرا مسالمت‌آمیز میگیم؟ خشونت در دست حکومته و خودش خشونت ورزه و خودش دست به هر کاری میزنه و مردم امکانات لازم رو ندارن که بتونن این حکومت رو با زور بیاندازن و با مسالمت ما میتونیم به دموکراسی برسیم. با زور و خشونت اگر این حکومت هم سرنگون بکنیم نمیتونیم به دموکراسی برسیم. با توجه به وضعیت کشور ما در منطقه، با توجه به مجموعه وضعیت در جهان، در جهان امروز، این میتونه برای ما اشکال به وجود بیاره. این نافرمانی مدنی من در یک نکته که آقای میمنش مطرح کردن، در آینده نزدیک انتخابات مجلسه. من فکر میکنم که نباید صرفا در خونه نشست و گفتش که ما تو انتخابات شرکت نمی کنیم. باید به این انتخابات فرمایشی چی بشه؟ اعتراض انجام بشه. یعنی اعتراضات بر علیه انتخابات فرمایشی باید شروع بشه. این بخش از نافرمانی مدنی باشه و مردم تشویق بشن که توی این انتخابات نه تنها شرکت نکنم بلکه اعتراض بکنم و خواهان یک انتخابات آزاد و تشکیل یک مجلس ملی بشن. مرسی. تشکر میکنم از شما. من سعی میکنم خیلی خلاصه بگم با توجه که شما گفتید وقت زیادی هم نداره. من یک نکته جامانده از صحبت قبلیمو باز کنم و اونم اینه که آن چیزی که در خیابان رخ میده ما نمیتونیم بگیم کار مردم بوده، نمیتونیم بگیم کار حکومت بوده. خیابان عرصه‌ای که هر اتفاقی درش ممکنه بیفته. خیابان اساسا قواعد خیابان دست مردم نیست، دست حکومت هم نیست. خیابان عرصه پیچیده‌ایه، بسیار بسیار پیچیده، عرصه انتخابات که یک سری قانون مشخص داره. پس ما اصلا نباید در اون دام بیفتیم، باید فقط به این نگاه کنیم که مسئولیت مستقیم این به خیابان کشیده شدن مردم با حکومت دیگه اساسا مهم نیست که چه کسی در خیابان چه کاری کرده، چون خیابان در همه کشورها، حتی در همین فرانسه هم کشور بسیار بسیار مدرنیه، فرق زیادی با خیابان‌های ایران نداره. تنها فرقش شاید انعکاسشه. اینجا اینترنت رو نمی‌بندن، شما کشتار رو می‌بینی، شما زد و خورد مردم رو میبینی، دستگیری مردم رو، شیش شکستنها رو میبینی، میبینی کجا پلیس میشکنه، کجا مردم میشکنه. این تنها فرقشه و الا نوع برخورد، نوع تیراندازی کردن، اینا تقریبا در همه کشورها، حالا یکم شدت و ضعف داره به نسبت درجه دموکراسی، ولی واسه خود مردم این کشورها شدیده. یعنی چیزی که من حداقل در تجربه خودم دارم توی همین فرانسه که توش زندگی میکنم دقیقاً همینه. پس این نکته اول، مسئولیت با حاکمانه و اساساً آنچه در خیابانم رخ بده، در هر بعدی که رخ بده، بازم مسئولیت با حاکمان. این نکته اول. نکته دوم این و با شخص آقای خامنه‌ای. نکته دوم این در مورد آقای من به در مورد این چه باید کرد، چه باید کرده و مهمتر و اساسی تر رو دولت آقای روحانی باید بکنه و اون هم واضحه. دولت آقای روحانی به عقیده من به این دلیل به این صورت حاضر شده با این وضعیت همکاری بکنه که فساد عجیبی در سیستمش وجود داره. یعنی از برادر آقای رئیس جمهور تا وزراش تا خیلی از کسای دیگه
دولت باید تکلیفش رو با اینها مشخص کنه. حالا با قوه قضاییه، فساد قوه قضاییه نمیتونه مشخص کنه، با فساد بنیادها و نهادهای وابسته خدای خامنه‌ای نمیتونه مشخص کنه، با اینها که میتونه مشخص کنه. آقای رئیس جمهور میتونه هر جایی که میره، مثلا همین مراسم فوت خواهرشون که میره، برادر خودش رو کنار خودش قرار نده. اینها به مردم پیام میده که وقتی که ما میگیم مبارزه بدون خشونت بکنید، مردم بپذیرند. وقتی ما میگیم که مردم سعی کنید از راهکارهای مدنی استفاده کنید، مردم بپذیرند. مردم در غیر این صورت، مردم میگن خب اینها در خارج کشور نشستن، به ما میگن که شما حرف گوش کنید، شما سکوت پیشه کنید، شما گوشه، شما اعتماد کنید. دقیقاً به چه باید اعتماد بکنن؟ به کدام حرکت مثبت باید اعتماد بشه؟ این بخش مهمیه. بعد یک نکته اساسی تری هم ما داریم که این به در واقع فعالین سیاسی برمیگرده، گسترش جنبش حمایتیه. ببینید الان آمارها زیاده، مخصوصا در شهرستان ها. من یک آماری دارم، مثلا در یک بیمارستان در کرمانشاه 30 نفر جنازه پیدا شده، در یک بیمارستان. اصلا من این آمارای، من واقعا نمیتونم این آمارای 106 نفر اینها، وقتی در یک شهرستان کوچک مثل بهبهان مثلا ما 13 نفر کشته رسمی داریم، گزارش های تیراندازی مستقیم به شکم افراد داریم، و بعد گزارش های مستقیم داریم که مثلا در ماهشهر به دو پزشکی که میرفتن مردم رو مداوا میکردن باهاشون برخورد شده وقتی اطلاعات متوجه شده. ما اینا گزارش های مستقیم داریم، یعنی خود اون فرد خبر. وقتی ما اینطوری گزارش داریم، پس اصلا به این آمار نمیتونه. اینجا چی مهم میشه؟ مهم جنبش حمایتی. جنبش حمایتی یعنی چی؟ یعنی که فعالین اجتماعی، فعالین سیاسی که شناخته شده هستن، باید ریسک رو کنار بذارن، باید بیان به موج مردم معترض بپیوندن و به جای، حالا نمیتونن توی خیابان باشن، نباشن مهم نیست، یا ناشناس هستن، بیان برن به خانواده های آسیب دیده سر بزنن، همون چیزی که در بعد از جنبش سبز رخ داد. اینها بیان در گروه های وسیع برن به همین آمار رسمی که حکومت اعلام کرده، به هر کسی، اصلا سرباز بوده یا سرباز بوده یا در، یعنی یا جزء سرکوب کنندگان بوده، ما نمیدونیم دیگه. چون اینا میان مثلا، من خلاصه بگم، چون اینا میان مثلا چیز درست میکنن، کارت بسیج جعلی درست میکنن، درست نمیکنن، اصلا واقعا بسیجی بوده، گیریم چشمش کور شده، اونم بخش از این جامعه است. خب ما اگر میخوایم وفاق ملی، اگر میخوایم در کشور آرامش به وجود بیاریم که آقای مهمندش میگه، خب منظورم ما که میگم، منظورم مردم ایران، ولی من که اینجا مثلا کوتاه، ولی چیزی که به ذهن من میرسه اینه که فعالین مدنی، فعالین اجتماعی، اینها بیان یک جنبشی تشکیل بدن، یک گروهی درست کنن، یک گروهی سازمان بدن، در شهرهای مختلف به ملاقات این خانواده ها برن و عرصه رو، در واقع این عرصه مدنیت رو از حکومت بگیرن. درسته ما امکانات زیادی نداریم، ولی همین تسلی دادن میتونه جامعه رو آرام کنه و جامعه رو هدفمند کنه. و یک نکته آخر هم بگم در مورد بحث تحریم انتخابات یا اینها طرح کردنش به صورت کلی، بله همه ما میدونیم، اصلا دیگه مشخص هم شده در ایران مجلس نداریم، مجلس این تنها انتخابات پیشروی مجلسه، مجلس هم نداریم، این چیز واضحیه. ولی واقعیت اینجاست که ما از الان نمیتونیم فقط بگیم تحریم کنیم. این نکته ای که دوستمون گفت، آقای نیکفر گفتن که چگونه تحریم کردن بسیار مهمه و بسته پتانسیل هایی که در هر شهر هست باید برای این چگونگی فکر بشه. چون که ببینید یک چیز مشخص شد در همین پیامی که آقای خامنه ای داد و اون هم این بود که ایشون تشکر کرد از بسیج و بعدم گفت نه اینها مردم نیستن که معترضن. یعنی واضحه، یعنی آقای خامنه ای از یک مشارکت 30% هم راضیه و در خیلی از شهرستان ها هم در گذشته کردن، الان با شدت بیشتر میکنن شناسنامه سازیه، شناسنامه های جعلی درست میکنن، مردم آدم ها رو، موج ها رو درست میکنن برن رأی بدن و عملا یک آماری میسازن و با این آمار ساخته شده مجلس فرمایشی خودشون رو شکل میدن. کاری که ما باید بکنیم دقیقا، یعنی مردم به نظر من احتمالا هم میکنن، بی اعتبار کردن این نمایش ها. و این بی اعتبار کردن این نمایش ها با همون حضور در واقع حمایتی، با همون تعریف نهادهای مدنی جای تعریف نهادهای کمک کردن جای مردم بین مردم، و اینطوری یک حرکتی، یک در واقع یک نوع
حرکت رو سازمان میتونیم بدیم که میتونیم امیدوار باشیم در نهایت آقای خامنه‌ای رو وادار کنه حرف مردم رو گوش بده. متشکرم. چون واقعا به همین برمیگرده. اگر برنگرده، یعنی اگر آقای خامنه‌ای گوش نکنه، مطمئن باشید چه من بگم، چه شما بگید، چه آقای مهمنش به جای نیکفر بگه، هر کدوم از دوستان، یا اصلا خود گیریم حاکمیت بگه، یا حاکمیت در لحظات آخر صدای مردم ایران رو بشنوه مثل سابق، هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و این موج سریع میشه و مردم نیازی ندارن آقای مهمنش تیراندازی کردن و فشنگ و اینها رو از یک کشور خارجی یاد بگیرن. حداقل من اهل جنوبم، میدونم در جنوب اسلحه بسیار فراوان است و خیلی شمال خود همون مردم است. در یک دعوای خانه، در یک دعوای ساده معمولی در رام‌الملک نزدیک به 2 سال پیش 150 نفر آدم کشته شده. هیچ رام‌الملک، هیچ روستا هم لور بود، یعنی اون منطقه هم لورنشین بود، هیچ ربطی هم به اصطلاحاً فرهنگ مناطق مرزی ایران نداشت، یعنی مناطق مرزی خوزستان نداشت. پس مردم اونجا اسلحه بلدن، تیراندازی بلدن. و این این حکومت و ما فعالین مدنی هستیم، به حالی مدنی سیاسی هستیم که باید سعی کنیم این موج رو به این صورتی که من توضیح دادم به سمتی بریم که صلاح کشور باشه. بله، متشکرم. خب وقت ما تموم شد متاسفانه. من فقط یه چند کلمه بگم، برای من وقتی البته باقی نمون دیگه، ولی فقط بگم که به نظر من این جنبش خاموش بشو نیست و نه در آینده خیلی و در آینده نزدیک باز دوباره مردم برآمد خواهم کرد. حکومت برنامهش چی هست، چشم‌اندازش چی هست؟ در امروز خامنه‌ای و آقای جنتی هر دوشون صحبتی که کردن دو پای داشت. یکیش این بود که خامنه‌ای سر این که اینا اشرار بودن، همون چراغ سبزی که داد سرکوب ادامه پیدا خواهد کرد، در زندان‌ها چه بلایی سر مردم بیارن، به این ترتیب از خارج اومدن، بر این اساس حرکت کرد. آقای جنتی هم گفت برای انتخابات کسانی که فاسد هستن، به فساد آلوده هستن و اینا اجازه نمیدیم، خودشون اصلا ثبت نام نکنن. و معلومه که در حقیقت باز هم تنگتر و فساد هم که خودشون نمیگن، کسای دیگری که نمیخوان راه بدن میگن فاسد، راه نمیدن. طی سال گذشته و طی چند ماه گذشته شاهد بودیم که آقای خامنه‌ای و بقیه کسایی که تحت فرمان ایشون هستن در مورد برآمد نیروی جوان که میباید نیروی جوان بیاد در حقیقت وارد صحنه بشه صحبت کرد. نیروی جوان هم آقای رائفی‌فر هست که رائفی پور هست، کسای دیگه هستن که به عنوان نیروهایی که مخالف فسادن، هم با اصلاح طلبان مخالفن هم با اصولگراها، اینا فکر میکنن باید یه نیروی سومی رو بیارن. این نیروی سوم هم اون کسیست که کسانی هستن که با همه اینا مخالفن ولیکن در ولایت زوبن، در حقیقت ولایت فقیه رو قبول دارن. تمام این چینش هایی که صورت گرفته اینه. برای انتخابات آینده هم چنین برنامه دارن، یک برنامه پوپولیستی در حقیقت عوام فریبانه که نیروی دیگه رو فکر میکنن که بیاد که همه اینا رو بذاره کنار. چشم‌اندازش برای انتخابات و بعد از انتخابات به نظر من اینه. بقیه بساله میذاریم بعدا صحبت میکنم چون دیگه فرصتمون تمومه. خیلی متشکرم از شرکت دوستان، خیلی متشکرم از بینندگان عزیزی که به این برنامه توجه کردن و خیلی ممنون از فرشاد عزیز که زحمت این برنامه رو میکشه برای ما. خیلی متشکرم.